یه سوالی داشتم. بفهم خواهشم. میخواستم ببینم، من مدتی به مسیح علاقه من شدم. خدا رو شکر. بعد وقتی که من یه کمی مطالعه کردم در مورد اون بایده، یه سری سوالاتی برای من پیش اومده. طبیعی. و میدیدم که خیلی دشوار و سختیه. ناگفته نمونم که من مسلمان الان هستم. خدا رو شکر برگزیده. مسائلی که دیدم و این ویدیو چیزها، یه سری دلم تاریک شده نسبت به اون. بله. لطافت این آیین که دیدم، یه مقدار مطالعه کردم. من حالا سوال من اینه که آیا اگر قلبن فقط به مسیح ایمان بیاریم، چون من نمیدونم آیین‌های مسیح چی هست، از جمله غسل تعمید و فلان، ولی خب علاقه دارم. خدا رو شکر. آیا همین علاقه کافی هست؟ خب این علاقه شما، تصمیم شما رو نشون میده و بسیار عالی است. اما کلام خدا تشویق میکنه که یک نفر بتونه برای شما این دعای نجات رو بخونه و شما این رو در حضور خدا اعتراف کنی، و اون زمان هست که وجود شما از روح مقدس خدا پر میشه، و زمانی که شما روح القدس رو خواهی داشت، بهتر جواب سوالات تو خواهی گرفت. و این اتفاق برای من افتاد. برای با توجه به برای آسیه عزیزم، من خودم در همین شرایط بودم، واقعا علاقه داشتم، نمیدونستم تا زمانی که بایبل استادی میکردم، ولی باز متوجه نمیشدم تا زمانی که واقعا اون قلب مسیح دادم و بپتایز شدم و غسل تعمید گرفتم، اصلا یه روح دیگه، یه زندگی دیگه پیدا کردم. من این تجربه خودم دارم میگم. برای همین من تشویقتون میکنم، ما یک دو دقیقه بیشتر البته وقت نداریم. مشروط بر این که قلب شما این گواهی رو میده، قلبتون رو به مسیح بدید. اجازه بدید براتون دعا کنم و من در خدمتتون هستم. نسبت به سوالاتتون، سوالات هست، برای منم هنوز سوالاتی هست، اما سوال اصلی من جواب داده شد که خدا محبته، خدا با عشقش جهان را آفریده، خدا منو شکل خودش آفریده، خدا اونقدر منو دوست داشته که به خاطر من جسم انسانی بر تن کرد و بر روی زمین آمد. خداوند امروز قوتش با من هستش. اما خب ما همه موقعیت‌های زندگیمون به خاطر سیستم مغزیمون پر از سوالات، و این سوالات میتونه حتی درست باشه. اگر مایل هستید هموطن عزیزم، براتون دعا کنم در این دقایق آخر، و شما قلبت مسیح بده، و بعد از این من در خدمتتون هستم. خب اگه لطف بفرمایید، چون من نام ما نمیتونم بگم. اشکال نداره، فقط چشم. دعا بکنید. چشم. اجازه میدید من یه نام دیگه به شما بدم؟ بفرمایید. من نام پتروس رو به شما میدم، میگم پتروس، شما همون نام خودت رو بدون. پتروس یکی از رسولان مسیح بودش، و براتون دعا میکنم. شما فقط آنچه را که میگم میتونید با آمین و بله اعلام کنید و قلبتون رو مسیح بدید، و بعد از این شما روی خط میذارم که تلفنتون رو بذارید، یا من تماس میگیرم، یا خود شما با من تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. میخواد پس با هم داره. پس لحظه چشماتون رو ببندید لطفاً. هاللویا، هاللویا خدا قدوس. پدر آسمانی، تو رو شکر میگم برای این وقتی که خداوندا تو مهیا کردی تا هموطن عزیزمون پتروس، ای خدا، نه با انسان بلکه با تو تماس بگیره، و همون گونه که کلام تو اعلام میکنی، تو بهر گناهان بشریت بر روی زمین آمدی ای خداوند من، و روی صلیب رفتی و مردی، و پس از سه روز قیام کردی. آنچه را که اعلام کردم، آیا برادرم پتروس شما ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید؟ میتونید جواب بدید برادرم؟ بله. هاللویا. و حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته، چه دانسته و ندانسته، توبه کنی، و از این به بعد قلبت رو به خداوند حقیقی خودت بدی. آمین. هاللویا. خداوند، از تو میخوام مطابق فیضت اعتراف برادرم رو شنیدی، از تو میخوام در نام عیسی مسیح، مطابق آنچه که وعده دادی، نام برادرم رو در دفتر حیات خودت ثبت کنی ای خدا، و وجود او رو بشوری ای خدا، از هر آنچه که ای خدا از طرف تو نیست، و قوت و آتش روح مقدس تو وجود او رو در بر بگیره، و نام تو جلال یابد عیسی مسیح در ادامه حیات برادرم، و او رو برکت بدی، و جواب سوالات زندگی او رو تو به او بگی، و ای خداوند در نام پدر، پسر و روح القدس او را مبارک بخوانی، در نام مسیح. آمین. آمین. آمین.